جنگ جهانی دوم، خونین ترین روزهای اروپا، آغاز رویای عرب در خاورمیانه بود. بریتانیا و ارتش فرانسه آزاد برای مقابله با رایش سوم ناچار بودند عرب را در جبهه جنگ با خود همراه کنند. در نتیجه عرب آزادی خواه با خواست استقلال استعمارگران اروپایی را تحت فشار گذاشتند. وعده استقلال برای این همراهی ضروری بود. در اوج جنگ جهانی دوم، خواست استقلال در سراسر سرزمین عرب بالا گرفته بود. گرچه نه دولت بریتانیا و نه شارل دوگل از این ایده حمایت نمی کردند. از سوی دیگر، آلمان نازی در حال پیشروی به سمت خاورمیانه بود و رادیو برلین و رادیو اشتوتگارت با افزایش برنامه‌های خود به زبان عربی به ملی‌گرایی، پان اسلامیست و پان عربیست دامن می‌زدند. در نتیجه فرانسه و بریتانیا با وعده استقلال موفق شدند بخش‌های بزرگی از ارتش‌های عربی در لیبی، مصر، الجزایر، سوریه و لبنان را با خود همراه کنند. از سوی دیگر آمریکا، ابرقدرت جدید جهان، مخالف استعمارگرایی اروپایی بود و از ایده استقلال دفاع می‌کرد. در نتیجه لبنان در سال 1943 توانست با فشار نیروهای ملیگرا و حمایت گسترده مردمی به استقلال برسد. تأسیس اتحادیه عرب در سال 1945 که با حمایت بریتانیا انجام شد، موتور محرک ایده های استقلال طلبانه بود. سوری ها هم یک سال بعد استقلال خود را از فرانسه جشن گرفتند. موج استقلال در سالهای بعد تمام خاورمیانه را درنوردید. یکی از مهمترین نیروهای تغییر در خاورمیانه حزب بعث بود. حزبی با ایده های پان عربیستی که در سال 1947 توسط میشل افلق و صلاح الدین بیتار در سوریه تأسیس شد. چند سال بعد این حزب با حزب سوسیالیست سوریه ادغام شد و حزب بعث سوسیالیست عرب را تشکیل داد. حزب بعث با زنده کردن رنگ‌های پرچم حکومت حجاز در سال 1916 چهار رنگ قرمز، سیاه، سفید و سبز را به رنگ‌های ملی عرب تبدیل کرد. professe, n'est-ce pas, l'idée du socialisme, l'idée de la démocratie et de l'unité arabe. Il a fusionné, pour ainsi dire, la révolution nationale avec la révolution sociale dans le monde arabe. اما این ابتدای بحران در خاورمیانه بود. تأسیس کشور اسرائیل در قلب سرزمین عرب آغازگر جنگ میان این دو قوم شد. همزمان شروع جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا دوران تازه‌ای در خاورمیانه را رقم زد. کمی بعد ملی‌گرایی عرب از سرزمین باستانی مصر سر برآورد و سیاست‌های غرب را به چالش کشید. اوایل دهه 20 میلادی بریتانیا استقلال مصر را در ازای سهم داشتن در کانال استراتژیک سوئز پذیرفته بود. با این حال در دوران پادشاهی خاندان محمد علی عملاً بریتانیا اختیارات گسترده‌ای در سیاست، اقتصاد و ارتش مصر داشت.
جمال عبدالناصر سرهنگ ارتش مصر دخالت بریتانیا در امور مصر را تحقیر ملی می پنداشت. عبدالناصر با تأسیس سازمانی مخفی به نام جنبش افسران آزاد که متشکل از گروهی از نظامیان ملیگرا بود برنامه کودتا را آماده کرد. شکست اعراب در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 راه تغییر را باز کرد. ابتدا در سوریه حسنی‌الزعیم با همراهی افسران ارتش کودتا کرد و قدرت را در دست گرفت. سپس در 23 ژوئیه 1952 عبدالناصر با همراهی محمد نجیب یک چهره سرشناس نظامی کودتا کرد و ملک فاروق پادشاه مصر سرنگون شد. کمی بعد نظام پادشاهی در مصر ملغا و با جمهوری جایگزین شد. جمال عبدالناصر در سالهای بعد تبدیل به مرد اول مصر شد. او برای بیش از دو دهه قدرتمندترین و محبوبترین شخصیت سیاسی عرب بود. تأثیر پان عربیسم ناصری از حاشیه رود نیل بسیار فراتر رفت و از شمال آفریقا تا خاورمیانه را در بر گرفت. از طرف دیگر حمایت شوروی از شبه نظامیان کمونیست در یونان و ترکیه آمریکا را بران داشت تا سیاست‌های مهار کمونیسم در خاورمیانه را به کار گیرد. همزمان با قدرت گرفتن ناصر، دولت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا شروع به حمایت مالی و نظامی از کشورهای خاورمیانه کرد. ناصر به ضعف ارتش مصر آگاه بود. همچنین پس از امضای پیمان نظامی سنتو میان بریتانیا و تعدادی از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران احساس خطر کرد. ناصر پیمان سنتو را تهدیدی علیه تلاش‌های مصر برای تضعیف نفوذ بریتانیا و اسرائیل در خاورمیانه می‌دانست. گرچه ناصر در جنگ سرد بی‌طرف بود، اما عقاید پان عربیستی و ضد امپریالیستی او به مذاق آمریکا خوش نمی آمد. آمریکا از تأثیر این عقاید بر کشورهای زیر سلطه غرب در خاورمیانه هراسان بود. به همین دلیل حاضر نشد به مصر کمک نظامی ارسال کند. جمال عبدالناصر برای ایجاد توازن به بلوک شرق روی آورد. مصر با چکسلواکی قرارداد تسلیحاتی امضا کرد. همزمان ناصر از جدایی طلبان الجزایر حمایت و کارزاری علیه پیمان سنتو را رهبری کرد. او همچنین چین کمونیست را به رسمیت شناخت. اقداماتی که خشم فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده را در پی داشت. در نتیجه آمریکا و بریتانیا که پیش از این قول همکاری در ساخت سد اسوان را داده بودند از این پروژه کنار کشیدند. برنامه‌ای که ناصر به منظور توسعه اقتصادی مصر به راه انداخته بود. ناصر هم به منظور تأمین مالی و ادامه ساخت سد و همچنین مقابله با این دو ابرقدرت در 26 ژوئیه 1956 کانال سوئز را ملی اعلام کرد. باسم الامه رئیس الجمهوریه ماده 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. سه ماه بعد ارتشی بزرگ از فرانسه، بریتانیا و اسرائیل که منافع خود را در این آبراه بزرگ تجاری از دست داده بودند به مصر حمله کردند. شبه جزیره سینا توسط اسرائیل اشغال شد و پورت سعید به اشغال فرانسه و بریتانیا درآمد. اما مصری‌ها دست از مقاومت بر نداشتند. در حالی که همه تصور می‌کردند ناصر تسلیم می‌شود، او شخصاً فرماندهی جنگ را به عهده گرفت.
سرانجام با ورود شوروی و آمریکا و اولتیماتوم به فرانسه، بریتانیا و اسرائیل، این کشورها ناچار شدند از مصر عقب نشینی کنند و به مالکیت قاهره بر کانال سوئز احترام بگذارند. مقاومت در برابر سه ارتش تابون دندان مسلح محبوبیتی بی نظیر برای ناصر در جهان عرب به همراه داشت. حالا او مکررن در سخنرانی هایش از سرزمین عرب نام می برد. پس از آن ناصر تلاش های بسیاری برای اتحاد عرب انجام داد. او دو سال بعد با وجود مسائل و مشکلات زیاد جمهوری متحده عربی را با سوریه ایجاد کرد که کمی بعد یمن هم به آن پیوست. هرچند چند سال بعد با کودتا در سوریه توسط واحدهای تجزیه طلب ارتش و اعلام استقلال این کشور، این اتحاد فرو پاشید. ناصر که راه گذر از مشکلات را در سوسیالیسم و اتحاد جهان عرب می دانست، در جهت عدالت اجتماعی، پان عربیسم، مدرن سازی مصر و ضد امپریالیسم قدم برداشت. در گذشت ناگهانی او در پی سکته قلبی در سال 1970 پایانی بر دو دهه تجلی رویای اتحاد و احیای مقام و منزلت عرب بود. هرچند پان عربیسم در مسیر دیگری ادامه یافت. آغاز دهه 70 میلادی دوران دیکتاتورهای ملیگرایی بود که در کشورهای عربی به قدرت رسیدند. مردانی با حکومتهای سرکوبگر و توتالیتر که در سه دهه بعد دوران تاریک خاورمیانه را رقم زدند.